يو مش مخكي راغلي وزبيرا وانيزي بينزل اسرازي كي غير راغلن بيازم بينزل اسرازي كي تشت دي بوت شوي وزبيرا وانيزي او بيازم شما پرسان كردن كي شما از كدان مورغان هستين چي كار هستين كي مارا قسم ميگين مارا از خاني خود ميكشين ما از امزي سپا هستيم گفتم ناحق اعدامش میکنن 500 600 دمی دو ماه 500 نفر 600 نفر اعدامش کرده کسی خبر نیست برده نابودش میکنه کسی خمه دادی خمش دسو ماش می 15 لک 15 میلیون 15 لک روزانه تو قچاقی زی وست وست قچاقی زم خمه خدی پورت که گه بیرته نوال زی واقعا 1000 روپی ما درکه سیار رکم کاری سار نما خمه پر زم دلتا کار در سر حکومه گرانو لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ان شاء الله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ بیا هم خوشاله يم چې زه فرشته زمي ستاسو بدران شوفت کازر يم او نن بیا راغلی ما چې تاسو ته جالب خپل خبرونه در وړاندې کوم څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ زه نن راغلی ما دیو ترمینل څنګه ته او غواړم چې د نن لاړه شم دوستای عزیز آمدیم ساحه کمپنی نزدیک یکی از ترمینل هاستم که تصمیم دارم داخل برم و قسمی که شما شاهد هستین و تمام دنیا شاهد است د اواخر افغان هایی که غیر قانونی رفتن قاچاقی به کشورهای همسایه بخصوص کشور جمهوری اسلامی ایران و بعضی از افغانا به طور قانونی ویزه گرفتن و رفتن و خبر شدیم که اونا همچنان دیپورت میشن و سبکدوش میشن کسایی که اسناد دارن و مدارک قانونی دارن کسایی که قاچاقی رفتن همچنان سبکدوش میشن پس من میرم داخل ترمینل و تصویر میکشانیم و صحبت های هموطنای عزیز را که سبک دور شدن بیرحمانه دیپورت شدن را می داشته باشون با ما باشید. خب وطندارای عزیز ترمینال قرار دارم و بارها یادآوری کردیم و شما چشم دید خودم میبینید در تصویر که حقیقت داره افغانهایی که مهاجر بودن و در کشورهای مختلف و خصوص کشورهای همسایه ایران، پاکستان و ترکیه بیرحمانه دیپورت میشن چی با اسناد، چی بدون اسناد کسایی که قاچاقی رفتن همچنان دیپورت میشن و کسایی که اسناد دارن همچنان دیپورت میشن وطندارای ما که تازه دیپورت شدن همین لحظه به ترمینال رسیدن به شهر کابل ساحت کمپنی در یکی از ترمینال قرار دارم صحبت هایشان می داشته باشم سلام پدر جان خسته نباشید سلامت باشید مادر از اول ابتدایش که ما ایران در اصفهان بودیم در اصفهان که ما را در خانم که آمد مامور با لباس شخصی آمد لباس شخصی آمد در کوبد بیرونی در آمده می خانم دنبال می که آمد دستم بگرفته می تو دستم گفت که بیا برو و برای ماشین شما استاده بودن ما رو که همی تو گرفت گفتم بنده خود همی یک لباس که بگیریم ما دیگه که همه چیزی می مانه سر شما رو بخورو که ما بیتی غیر خدا دیگه چی نداریم برو کسافت گفت که لباس از افغانستان آورده بدی و ما رو گرفت و خود مرا آورد اردوگاه دیگه ما مدارک نداشتیم آمدیم در چی آمدیم در خود مشهد آمدیم مشهد که آمدیم مرا هیچ جا دیگه مدارک نداد اینجا آمدیم در قنتونگیری خود افغانی و خود ما این بنده خدا مرا راهنمایی کرده و نامت داد این که آمدم در شهر اصفهان گفتین زندگی میکردین؟ آه در اصفهان چی وقت رفتین؟ قاچاقی رفته بودین؟ قاچاقی رفته بودیم ما چند سال قبل رفته بودین؟ ما دوره که اینا در جنگ در دولت پیشی بودن چند سال زندگی کردین در ایران؟ زندگی حدودا 8 سال 7 سال 7 سال قبل رفته بودین؟ آره دیگه 7 سال پیش رفت خود تستی خانم تست اعضای خانواده تان دیگه چند نفر بودین؟ همین دو نفر هستین؟ همین دو نفر هستیم دیگه چند تا خانواده دیگه کس اونو بچه ها هست در افغانستان هست دو تا دختر از بچه هست آها چند تا اولاد داری اونا در افغانستان هستن؟ اونا افغانستان هم یک بچه داریم یک دخترانی دو دختره دو دختر داری یک بچه کجا هستن اونا کاکاش دم خود مزار است دم مزار شریف آه. از مزار شریف هستیم از مزار ما چی هستیم از دریسه هستیم ولایت سمنگان هستیم
ولسوالی در یوسف هستیم. یعنی شما 8 سال در ایران زندگی کردین شهر اصفهان؟ آه. دیپورت شدین از داخل خانه دیپورت شدین، آمدن از داخل خانه شما را کشیدن؟ ما را داخل خانه کشید که فقط دیگه یه چمدان در کمید. ما گفتم از این کدام ایرانی هست؟ البته میگه که این آقا بیا برو کار. خاطر همین شد که میرفت دست بند من گرفت، ما گفتم بیا برو، لباس شخصی بود. ما گفتم کجا برم؟ گفت بیا برو افغانستان. خانم مانده، گفتم برو خانم هم بگیر. خانم هم که آورد اینه یک لباس، فقط یک لباس گرفت، 3 تا 4 تا قالین بود دیگه، یخچال و برای کولر و اینا همه ماندن. اینا نگذاشت که ظالم که می یک چیز بگیریم، ما رو وقت بده یک دورت که اینا رو بفروشیم، ما رو وقت نداد دیگه هیچ. فقط یک بارگی آمدن و دست تا نگرفتن گفتن براین و در خانه که میگه یک بار که آمد لباس شخصی بود، لباس نظامی هم نبود. در لباس شخصی پلیس آمدن؟ آه، در لباس شخصی آمده بودن پلیس ها. شما پرسان کردین که شما از کدام مرغان هستین، چی کار هستین که ما را یک قسم میگین ما را از خانه خود میکشین؟ ما از امز سپاه هستیم گفت ما. ما مامور طریق دولت، ما ماموریت داریم گفت. ما را برادر نگفته که افغانی به مداری گه از 7 ساله تا 70 سالش بگو ببر. افغانی هایی که به مدارک آمدن بدون اسناد بدون ویزا، یعنی تا جایی که ما خبر داریم با موویزا هم اخراج میکنن، دیپورت میکنن. اونو ما گفت که به مداری که از 7 ساله تا 7 سالش بگیر بیرون کو گفت. اونا هم گفت قانون. قسم گفتن؟ آه، قانون ما گفتم ایست. یعنی اجازه را ندادن که شما هم مال خانه تا نتانم لباس جانتان بگیرین؟ نه نه نه، این فقط برم که می یه خانم رفتن، یعنی ما را کش کرد از خانم که اوردم، ما را که بین ماشین انداخته بود. ما یه رفتم اینا رو کش کرده آوردن در، ما گفتم بگید ظالم که ما خود امرام آوریم چیزی نداری، خب ما مسلمان هستیم، آخه تو هم که اسمت مسلمانه، چرا ما که برادر جان دیگه خلاف ما نکدیم، دوزی ما نکدیم، کدام کارهای ناشایسته ما نکدیم، به قانون که آمده دوز دسته گفت، از کجا آمده گفت؟ یعنی خودت غیر قانونی و بدون ویزا وارد شدی، یعنی به مثل دوز وارد شدی؟ آه، مگه فقط دوز هستی شما؟ باید توهین و تحقیر شوی و اخراج شوی. آه، اسناد دارد باید که می آمده از قانونی می آمده تو از پاسپورتی نو. او در جنگ گروهی سابق بود، کجا بودم قانون از مجاهدین ها پیش بودی ما که آمده بودم. واقعا بسیار دردآور از خودت، ریش سفید ضعیف و یک خانم داری. چقدر بیرحمانه خواستن خودت را بکشن، از داخل خانه دیپورت بکنه به دلیل اینکه خودت غیر قانونی وارد شدی. اما قدر وقت نداشت شما را که مال خانه را بفروش برسن، یا تسلیم کسب بکنین، یا یک چند روپیه قرض بکنین از کسی که پس بیاین برگردین. فعلا اینجا پدر جان کس داری نداری؟ کجا میری؟ خانه داری؟ خانه ندارم من. اونو پسر داداشی مزاره که هم خانه کرایه داره، پالو اونو بودو مرم میشینیم. آها، خانم تان صحبت میتونن کردن یا میکنن؟ میخواین صحبت بکنن؟ خوب هستین؟ خوبی بخیری سلام. سلامت باشی، خسته نباشی مادر جان. جور بشی بخیر بشی. ای ما که اونجا رفتیم اونجا من دیگه مورا مادر دان درگه کشید که بیرون بشید. افغانی ها را دیگه نمیلید داخلی مزار افغانی نباشه، مدرگا دم بره به مدرگ از پیچ بازایی میکنه. به مدرگا اول بره، مدرگا اکنه بشه. اول مدرگا به مدرگا بره، مدرگا بخمینه خیلان کدود که مدرگ دارا که آخر شد باز، به مدرگا که آخر شد باز مدرگ دارا رایی میکنه. آها، یعنی فعلا تلاشانی است کسایی که به مدرک آمدن اونا را اخراج بکنن و بعدا کسایی که مدرک هم داره اونا را اخراج بکنن. آره، از اول می به کردا خلاص شو باز نوبت در کاردالو میه. شما 8 سال زندگی کردین؟ 8 سال زندگی کردیم. در می 8 سال چی کار میکردین؟ چگونه بود رفتارشان در مساحی کاری؟ اگر قصه بکنین و فعلا که دیپورت شدین بسیار یک، یعنی یک هیچ قابل تحمل نیست که دو نفر با یک قسم، یعنی کشور مسلمانی است. دیگه کار کس نداشتیم، گلخانه ما رفتی، یعنی زن و مرد دردیم سبا گلخانه ما رفتی بگو میمادی، گلخانه خیال، گلخانه دلمه، زیره، اون کار مامون بود. خب وظیفه تان داخل گلخانه بود؟ آره دیگه، آخر گلخانه دیگه پیسه دوباره ما نمیده، فقط کارد میده، کاردم که بده دست میده کاردم که برو برادر. یک ماه پاس مده ما بانگی ها پول ندادن، اینا که ما دشی دادیم اینا برای ما پول نداده، یک بنده ما چک دادن او تر دمرو خمکی ما رو حرف میده. خب پیسه تان مانده او جسر شد؟ مانده سر یک چند ما مانده؟ یک یک ماه
کارخانه زایدان کار کردیم، کارخانه زایدان دو سه نفره، یک ما کار کردیم پول مرو نداد، یک ما کار کردیم پول تا نداد دیگه، یکان یک سال دیگه نمی گوداری کار کردیم، گوداریشی آجی خالق میگه آجی آره صحیح، اونم که نداد، اونم که هیچ چی، مگه افغانی اینجا خوردن دارین بردن ندارین، مگه یعنی پیسه تان که مانده نمیتونین اون را بگیرین، حق تان آمد چی دیگه، هیچ ما دیگه و... پیدا نمیتونی دیگه، اون یک مو پول رو گوداری هم نداده، اونم که مو خانه را که یک بچه کاکای مامونج بود، همون خوالی همون خانه را دست همون بچه کاکای خود دادیم، ما گفتم مگه وقت داد بره دما بفرست اگر ندادی چی دیگه. فعلا آمدین بی سرنوشت، بی کار، بی روزگار، بی خانه در شهر کابل فعلا رسیدین و آل تصمیم دارین کجا برین؟ چقدر کمک صورت گرفته در از سازمان ملل، از حکومت چیز کمک صورت نگرفته با خودتان؟ سازمان ملل مرا 6000 داد، 6000 روپی افغانی، 3000 6000 و قد برم اینم اینجوری است که هر نفر 3000 و برادر جنی کرایه موتر گرفتن از ما، می موتروانو هر نفر 3000 از ما کرایه گرفتم اینجا بود ما. از کجا آمدین تا این قسمت؟ ایراد آمدیم، ایراد، از ایراد تا اینجا 3000 شد، ایراد به قد نفر 3000 از ما کرایه گرفت، از ما اردن 6000 فقط همی کرایه موترتان اداد سازمان ملل؟ دیگه 300 از اینا گرفت، همون کرایه موتر 6000 داد، اینا هم 300 از اینا گرفت. خب پدر جان خسته نباشی، خوش آمدی که صحیح سلامت پس به افغانستان برگشتی، خوش شدم از دیدنتان. خواهان چی هستی؟ از حکومت چی میخوایی؟ بیمیرم، میخواد خود بیمیرم، نمیخواد. کاش این فکر از اول میکردین. نشد، او در گروهی بود مادر، یک خانه به خانه او رو میکشته، او رو میکشته. در مو زمان رفته بود؟ او دوره رفته، جنگ خانمان سعودی بود. این نبود. شکر که برگشتین به خیر، صحیح سلامت به افغانستان، خوش آمدین به وطن خود ما و خوش شدم از دیدنتان، صحیح سلامت هستین. فعلا چی میخواین از دولتی که به سرنوشت هستین و به دولت ایران چی گفتنی دارین؟ دولت ایران از دولت ایران که در ظالم در دنیا نیست واقعا بدون شک، دیگه خون افغانی رو میخوره، هم مالش میخوره، هم خونش میخوره، اینقدر افغانی که میبره ناحق اعدامش میکنه، 500-600 دمی دو ماه 500 نفر 600 نفر اعدامش کرده، کسی خبر نیست، برده نابودش میکنه، کسی خبر دادی افغانی رو نمیگه صد جایی، بعد که دادی افغانی رو دنیا بشنوه، افغانی رو باید همکاری بکنه، دست افغانی رو بگیره، هر ظالم در هر گوشه و هر کنار برده میکشه، پولش میخوره، همین حرف. ای گفتنید به دولت ایران بود، از دولت خود ما چی خواهن هستی؟ فعلا به سرنوشت آمدی، خواهن چی هستی؟ چی گفتنی داری؟ خواهن همی هستیم که اگر دولت ما، مجاهدین صاحبای ما، اگر برادر با ما همکاری نیاز تمام چیز از خانه داریم، فرش نداریم، خرجی نداریم که ما بخوریم، انمال یه آدم گفت که چه مدین خرج دمیرا خلاص کردیم، خدا شد اندیوالا رفت، اندیوالا فقط 50 تومن 100 تومن ما کمک کردن، ما برادر انجید آمدم جد ای 3000 کد رفت ما ایران نون خوردیم، اینا رو برادر جنیم رو کمک کرد، همین بندای خدا هم شاری های ما داد بریم نمای رو که غذا خوردیم. سلامت باشین، انشالله که صدایتان بلند شوه و صدایتان بشنون، دولت جمهوری اسلامی ایران ظلم را که با شما کردن، انشالله که با دیگه همتان عزیز ما کوجه زندگی میکنن، کار میکنن، به خاطر مزدلال رفتن انشاءالله که قسم ظلم صورت نگیره. سازمان ملل بریم داده اینا را، کارت سازمان ملل شما دارین؟ این را سازمان ملل دادم، دین روز بریم ما داده میره. از طریق همی کار شما 3000 روپی افغانی به دست آوردین؟ 6000 افغانی امیر داد. نفر 3000؟ آه نفر 3000. یعنی میره دمداد پول داد، یعنی میره دمداد گفت ولایت سمنگان است، برو در ولایت تان هم خود معرفی کو، اما تو گفت کاری. سلامت باشین، تشکر. کمک اونا همه قدر بوده که شما را برساند تا شهر کابل، اما این وظیفه حکومت است که باید بر شما کمک صورت بگیره که شما بتانین همو جایی بود و باشتان پیدا بکنین، سرنوشت خود را جور بکنین، یک جای کار بکنین، زمینی کار فراهم شود، حداقل همو سه وقت نان شما بتانین
پیدا بکنین، یک سرپناه داشته باشین. شما مادر مگر ایحت هستین، خدا شما را داشته باشن، در دین و دنیا خار و ذلیل نشوید. سلامت باشی پدر جان همچنان. یک همکاری اگر بکنین کن، ما که نمی رخم که خود دشتی سر خود دیده این آقای دین مهرمان دیگه کنه فیلم برداری من هم می بینین. ما الان یه چی نداریم، اما که تا مدوان رو بریم الان بنده خدا گفت بیا بریم، ما که پول ندارم. کجا شد راننده؟ انشاءالله کمک با خودتان صورت بگیره، صدایتان بلند شود، صدایتان شنیده شود. انشاءالله حکومت اسلامی است در افغانستان، ماشاءالله امارات اسلامی به همچو خودت، به مسافرای همچو خودت، به هموطنان همچو خودت کمک کردن، کمک میکنن. دلتان جمع باشه، بازم خوش آمدین. تشکر مادر جان. خودت چی گفتنی داری؟ تا زمانی که دیگه مادر تو در بدر کد مرده، چیزی که ندارین، تو لیب لیب لاق بوشیده، نه خانه، نه روز، نه روزگار، نه زندگی، نه خوراک، نه نون. این گوش ندیگه نمی تو اینمی خودن رسن دین ول معلوم شه که تو مزار شریف چرخم. خداوند مهربان است، خداوند روزی رسان است، خداوند مشکل کش است. انشاءالله که صدای شما بلند میشه، شما میتونین یک سرپناه پیدا بکنین و انشاءالله بعد از این بتانین یک زندگی خوش آرام داشته باشین در وطن خودتان. آمین الهی آمین. امارات همچنان صدایشان رو بشنوه و سازمان ملل همچنان کمک صورت بگیره از طرف سازمان ملل. و ترمینال قرار دارم دوستای عزیز، شما چند تصویر عزیز ساحه را بیننده باشین. میریم که دیگه هموطنان عزیز ما که از ایران برگشتن و دیپورت شدن با چی وضعیت هستن و اونا چی در دل چی گفتنی دارن با ما باشین. لیدونکو څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ، زموږ یو ګران ورور همدا اوس راغی کابل ته ورسېد، دیپورت شوی دی. او جالبه دا ده چې اسناد سره دیپورت شوی، پاسپورت او ویزې سره. خبرې اترې به ورسره ولرم. سلامونه وروره. ښه وعلیکم السلام. جوړه ښه کرا. نوم دې څه دی؟ محمد ولی. محمد ولی، ولی جانه ښه؟ شکر دی ولی جانه. پاسپورت هم درسره دی او تازه دیپورت شوی؟ او ایران نه. او ښه، څه وخت دیپورت شوی؟ دا څلوش پم په لار وته. څلوش پکېږي؟ او ها ایران کې د څه کار کو څه وخت للی؟ کې دا قلبندي کارم کاوه، دا څلور میاشتې کېږي تللی وم. څلور میاشتې شوې چې ته تللی وې؟ او وینیو نور خلک هم ډېر وه، د نیولې پاسپورټونه څه هم درلود، هغه یې هم نیوه. پلار کې ایران کې وضعیت ډېر خراب و، د افغانانو سره ډېر بد وضعیت چلند کاوه. افغانان خانواده پاسپورټ یې هم نیوه، اصلا په نام افغانۍ څه ونه پرېښود نیوه. تاسو مشرلی؟ مونږ یې مشر. سره د ویزا؟ سره د ویزا، هر څه سره مو سره وشو. یعنی تاسو څلور میاشتې مخکې ویزا اخیستې وه، قانوني تللی وئ؟ مونږ قانوني تللي وو، قانوني کې ونیوو. څو میاشتنۍ ویزا دې اخیستې وه؟ ما یو میاشتنۍ ویزا اخیستې وه، یو تمنی دې راته ولی وو، بله دې ونیوو. ما یو تمدی دې وهلی وو؟ وو سره د هماغه تمدی سره ویلې ګلې؟ له هماغه تمدی سره یې ونیوو، را ریپورټ کړم. د ایران په کوم ښار کې د کار کوو؟ څه کار دې کوو؟ ایران پاسپان خار کې ما قالبندی کار مکاو. خماش دسو ماش می پینزلا کا 15 میلیون پینزلا کا روزانه. یعنی د افغاني پیسو؟ افغاني 500 روپے کیږي. 500؟ او ها ها. خپل ماش ناراضي وي؟ خپل ماش ناراضي وو، خو بدبختانه چې وضعیت خراب وو، پرینو خودرا پرینو خودرا چې کار وکړي وي شړلې. هلته چې تاسو کار کوو، په هغه سیمه کې چې تاسو کار کوو، د ایرانیانو چلند تاسو سره څه ډول و؟ ایرانیانو ډېر بد چلند و. ایرانیان حتی مغازې ته به تللې، ډوډۍ نه درکوله، خرچ نه درکوه. د ایرانیانو وضعیت ډېر بد موږ سره و، وضعیت ډېر بد چلند موږ سره کوه افغانیانو. کله چې راغلی تاسو سره څه رقم چلند وکړ؟ تاسو خو ونه وهلی یا بد چلند یې خو ونه کړ؟ خو لاکې خو غونه خو دې وهي، غونه خو سر لاندې خو دې نږدې چې ودنیسي، چې پاسپورټ سره دې ونیسي، بیا وهل خوسته دي پرې هم دې نیسي. پاسپورټ سره که ویزې سره موسې بیا د شړي بیرته؟ او بیا د شړي بیرته بد چلند کوي، وهل هم کوي. او دوستای عزیز، بعضې از هموطنهای ما د کومنټ می نویسن ما پښتو را یاد نداریم، کاش دری صحبت می کردین. هموطن عزیز ما چهار ماه پیش با یک ماه ویزه یک ماه قانونی به طور قانونی رفته بودن.
یک بار تمدید آب شده بود، با وجود از اینکه تمدید شده بود ویزا داشتن به طور قانونی رفته بودن، امی ثبوتش است که شما میبینین تمام جهان ببینه، با وجود از اینکه ویزا داشتن یک بار تمدید آب شده بودن، باز هم بیرحمانه دیپورت شدن، لطکوب هم شدن. از زبان خودشان شنیدیم و کسایی که پشتو را یاد ندارن، یعنی بلد نیستن به زبان پشتو بشنون که ما چی گفتیم از زبان خودشان. برادر ما خودشان یادآوری کردن که ما 4 ماه قبل با ویزا رفتم، ویزه 1 ماهه، و با وجود از اینکه ویزا داشتیم ما اخراج شدیم بیرحمانه، سبک دو شدیم و 1 ماه ما شمارم نداده. واقعا دیر در دور دلیدون که یعنی دوم نزما وضعیت خراب شد، چیز دیر نشم کولا دیدین دیر خبری وکړم، دیر مزره خوگی خپل افغانان و ته خصوص په دست زوانان ته واقعا وضعیت دیر خراب ده. الله دې د زوانان نه مجبوره کوي چې هغه هیوادون ته سفر وکړي او مهاجر شي، چې هغه د سپک نظر ورته وکړي. ډیره مننه وروره، څه وینا لري، څه غوښتنه لري، زموږ حکومت نه، اسلامي امارات نه، او سازمان ملل نه څه غواړي؟ زموږ دا غوښتنه چې د افغاني ولیدونه بدبخت، د افغانیو ته باید د کار زمینه برابره شي. ټول افغاني بدبخت دي په دې قاچاق لارو کې. داسې جنازې ما ولیدې چې راکي وتې وښتلي وو، د پاکستان مرز کې، د ایران مرز کې وښتلي وو. د افغانانو ته باید زمینه برابره شي، د کار د پرد هیواد ته لاړ نه شي، د خپل هیواد کې کاروبار. انشاءالله انشاءالله چې دا زمینه برابره شي. زموږ ګران هیوادوال مجبوره نه شي چې ګاونډي هیوادونو ته په خصوص د ایران هیواد ته لاړ شي، او مجبوره شي هلته پناهندګي وکړي او هلته لاړ شي، سپک نظر ورته وشي. ډېره مننه. اوس چیرې روانې؟ وزم کور ته ځم. کور د چیرې دی؟ پروان کې. پروان ته ځې؟ بله. پروان ماشاءالله ښه ځای دی. زه خو ښه دی، خو بدبختانه ځای. څو ورونه لرې؟ زه شپږ ورونه لرم. دا نور ورونه دې څه کار کوي؟ هاوړه کې دي، مشر زه یم. ښه، مشر لاله ته؟ مشر لاله. والله تا ته قدرت او توانایي درکړي چې ته اوس وکولی شې چې هغې ته ښه ورور شې، مشر ورور شې، او مشر ورور د پلار حیثیت لري. تاسو وکولی شئ چې دا زمینه برابره کړئ، هغو ته نفقه پیدا کړئ. ډېره مننه. پلار جان چیرې دی؟ راجان سپینګیره دی، کور کې دی. کور کې دی، سپینګیره دی. کار نشي کولی؟ نه، کار نشي کولی. سپین خوالی جانه، ډېره مننه ستاسو د لیدونه، خوشحاله شوم. بیا هم دا چې صحیح سلامت راغلی، راستون شوی افغانستان ته، خلاص خلاص درته وایم. مننه، خیر، سلامت اوسه. انشاءالله چې زمینه برابره شي د کار، تاسو کولی شئ خپل هیواد کې کار وکړئ. وو خو کار زمینه برابره شي، مونږ پردي هیواد کې چای دی، باید خپل هیواد کار وکړو، خپل هیواد ته مخه وګورو. سلامت اوسه. الله د نور مه مجبوره کوه چې لاړ شي. امین کله ټول دوستانو سره بریا ته غواړم، خوشاله ژوند ولري. د الله په امان. ولی جان ډیره مننه. په مخه دخه، په مخه. سلامات اوسې. زمونږ ګران هیوادوال، زمونږ ګران ورور ولی جان امید چې تازه دی پورت شوی ایران هیواد نه. او جالبه دا چې ویزې سره دی پورت شوی، او ځنې کسان په کومنت کې، ځنې ایرانیان په کومنت کې راته لیکي چې تاسو پښتو خبرې مه کوئ، دری وغږیږي چې زه پوه شم. خو اگر مشنوین صدای مره، ما با ثبوت، با شاهد همگی داریم، شاهد هستن همگی، همه هموطنهای عزیز ما، تمام دنیا شاهد است، و به ثبوت نشان دادیم و به تصویر کشانیدیم که هموطن عزیز ما 4 ماه قبل دیپورت، 4 ماه قبل با ویزه 1 ماهه گرفتن و به طور قانونی رفتن به کشور ایران، پناه بردن تا اینکه مزد حلال به دست بیارن، کار بکنن، زحمت بکشن. اما پلیسای ایران و کشور جمهوری اسلامی ایران به بسیار بیرحمی اینا را سبک دوش کردن و با مو ویزه 1 ماهه که یک تمدید هم شده بود یک بار، باز هم دیپورت کردن و بیرحمانه سبک دوش شدن و برگشتن به طرف افغانستان. صحبت هایشان را شنیدیم و تمام دنیا شاهد است، و کسایی که میخواستن در این صحبت بکنم در این صحبت کردم، و انشالله که دیده باشین برنامه را مورد پسندتان قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، میریم که دیگه هموطن عزیز ما در چی وضعیت قرار دارن، و هموطن عزیزی که تازه دیپورت شدن صحبتشان رو می داشته باشیم. با ما باشید. دوستای گرامی، نزدیک ترمینال قرار دارم و جای تعجب است. بعضی از افغان ها چی که بسیاری از افغان ها بیرحمانه دیپورت میشن، و بعضی از افغان ها امی وضعیت که قرار داره و وضعیت چقدر وخیم است، چقدر بدرفتاری صورت میگیره با افغان ها. بعضی از افغان ها تصمیم دارن برن به کشور ایران پناه ببرن. یکی از هموطنهای ما که تصمیم دارن برن به خیر ایران، صحبت هایشان می داشته باشم، یکی به چی دلیل میره از زبان خودشان بشنیم. سلام، خسته نباشید. سلام، خوب هستی؟ سلامت باشی؟ خاطر سنگه خیلی جوری. نوم دسته ده؟ نوم محبولا.
محب الله جان اخي خیر شکر دا چې روانه ایران ته ایران ته روانه او د کوم ځای د کابل ولایت کابل رسوالی خاکی جبار نه راغلی او عمل تم کور دی او ته بیکار یوس بیکار دا څلور کاله کیږي کارم نه ده کړی مجبوریت نه یو میاس مخ کې نیولم اوس بیا ځم یو مش مخ کې راغلی اوس به روانی ځم 15 ورځې کیږي راغلم بیا ځم 15 ورځې کیږي چې ته دیپورت شوی اوس به روانی ځم او بیا ځم د ایران کوم ځای نه دیپورت شوی څه وخت راغلی یو مش مخ کې بندر آباد نه راغلم بندر آباد نه راغلی څه کار دې کوي ایران کې د شاورزی د پټو کارم کوي د کانی خپل کار نه راځي وي راځي وم او څنګه وماشه ماشه یو 9000 افغانۍ جوړ دی لازر ماشومان لري او څو ماشومان لري څلور نام خدای له درته پاتې کی اوس د ماغه ماشومان او نفقې په خاطر رواني بیرته زی او مجبوریت نه زی مجبورې 15 یو مې اسکار مو کو چې ویني ولو هغه مې اس پیسې م کچاکیم لا پاتې دي پیسې م لا نه دی ور اوس بیا روانم اوس بیرته رواني اوس دا چې رواني خپل او د ایران وضعیت هم ډیر خراب دی افغانان باسي ډېر یعنی په بیرحمۍ سره توهین کوي تحقیر کوي اوس ته څه احساس لري چې زه ولې دا احساس لرم مړه بس نور بچې وکړو دلته خو اوله بچانم چې ډوډۍ رانه غواړي هغه نه مرګ ډېر ښه ده واقعاً ډېر درداوره د لیدونکو څنګه چې تاسو ګورئ څلور بچیان لري د بچیانو نفقې په خاطر روان دی بیا هم ځي کار نه ده کړی څلور کاله تقریبا دوه لکه دوه نیم لکه افغانۍ زه قرضدار یم له کومه یې کوم هم قرضداره یم بیکاره یم د ماشومانو نفقه غواړي ترلاسه کړي او مجبوریت نه څه وکړو دلته به څه وکړو چې دلته ما ته 3000 روپۍ میاشتې پیدا شي زه ایران ته نه ځم دلته دا یو میاشتې وي داسې کوشش دې وکړه هلې ځای دې وکړه چې کار درته پیدا شي دا څلور کاله زه تلاش کوم چې کار نشته څه وکړو څلور کاله کېږي چې په تلاش زه تلاش کوم کار نشته څه کسب دې زده دی څه کار کولی شي که زمینه درته برابره شي کار مار نشته د کسب مې نه ده زده نو څه به وکړو بلته چې زه د مزدورکاری کوي او مزدورکاری هم دا دیکانی کار دی بیلچو ملچو اوس ما شومان دی کړه دی ستا د تلو ناراضی دی نه چیرته راضی دی خپه دی خو مجبوریت نه زونه خپل هم خپه زړه ډیر خپه هم دا اوس نیم زړه مې دلته نه مالته څه وکړو واقعا ډیر در دوار د لیدونکو الله د خپل او رحمیږي په ټول هیوادوالو په دسه هیوادوالو چې څلور کاله کیږي بیکاره دی هلې ځلې کوي کار دپاره اما کار نشته سلور بچیان لري د بچو په نفقه لپاره زی بیرته او یو ځل دیپورت شوی د بیا ځي کله چې دیپورت شوی ته یو میاشت مخکې یو میاشت مخکې چې هلته ایران کې وې څومره ژوند دې وکړ ایران کې یو اته ویس ورځې کار مې وکړ و زه یې ونیولم بیرته راغلم اوس لس ورځې 15 ورځې کېږي کور کې وم اوس بیا ځم اتی اتی شورز د کار وکړه اما هغه ماش د مان خسته به تر وګرځیدلې اوس به زه بیا زما کچاکی روپې ملا پاتې دي 15000 کچېره بیا دی پورت شي بیا بس نو څه به وکړو دلته به شي قسمت ته وګورو نو څه قسمت قسمت سره جنگي او نو جنگ به مبارزه کې او مبارزه څه وکړو دلته ها الله دې کامیاب لاره بریا درته غواړم اوس څه غواړي حکومت نه اسلامی امارات نه سغواړي وړم سدل تا کار وای دا ځوانان به ولی مسافر یدل ټول در به در دي خاک په سر دي واقعا کشیر ته دی پورت شي وه وهل شي وټا کول شي توهی شي تحقیر شي د ایران حکومت نه سغواړي ایران حکومت په افغانستان کې کار وای ایران حکومت په افغانانو نه دګرام یو ورځ زر دانی ما خاک دا خبرونه وګوري خا ما خاک تل تلار شي ته قچاقي زی وس وس قچاقي زما خا ما خا دی پورت کېږي بیرته نو ولزی نو چې شه وکړو دلته بعد چلان در سره کیږي بعد وضعیت د وضعیت ډیر بد روان دی نو څنګه زه ما د میاست 15000 روپۍ راکه په وسه دې وطن نه نه زما څه رقم کار زی کومه واقعا 15000 روپۍ ما درکه څه رقم کار سار نه ما خام پر ځام دلته کار در سره کومه کراچی وانی دیاری یا رقم کار زی کومه خو څه کار نه زه چې وکم دلته ا میاسه خو په 2000 روپیا ایران بچانو تر اول یېګم یعنی ته چې د میشت 9000 کار کو خو ما خد لې خپل بچیان ته یو میاس مې تیر کړه هغه پیسې مان دي لېګلې اما غلطه پات هغه خو نه مصرف میکړې لارې ها ها یعنی ته د ایران نه ایس مستر لا سکړه نه د ایران پیسې د اخستې نه نه مې د اخستې هغه اله دی چې پورې کرایې سو او 15000 لا کچاکی پاتې دي اوس بیا روانه زی بیا روانه بیا مې ونی سی بیا زم بیا مې ونی سی بیا زم بیا دې ونی سی بیا زم او دلته چې شه وکم
دلته کار نشته نشته کار ما غو درته 15000 روپۍ ماته میاست راکی زه دې وطن نه نظم د خپل وطن خاورې مچو کوم یعنی ته خپل ژوند سره لوبې کوې بیا دې پورت کوې بیا بروان مجبوره مجبوره مجبوری نه زم چاره نشته ده د مجبوری د وجه خپل ژوند سره لوبې کوې او کومه زه څو کوم کار نشته دلته چې و د خپل اولادونو نفقه لپاره نه پکې لپاره چې بچه ما واګه نو زه دلته چې و ما غنه مرګ ډیر بهتره ده واقعا تاسو زموږ ویاړ یاست تاسو ډیر شجاعت لرئ ډیر زړور یې یعنی تاسو باندې ویاړم چې خپل د اولاد نفقه په خاطر خپل ژوند سره لوبې کوي واقعا دا هم د افتخار وړ ده هم ډیر دردونکی ده لیدونکو څنګه چې تاسو ګورئ انشاءالله چې د ځوانانو غږ پورته شي او د دې غږ واوري حکومت واوري ملل سازمان واوري هغه تجاران واوري چې زمینه برابره ده د کار ځینې فابریکې چې لري د ځوانانو ته د کار پیدا کړي او هغې وکولی شي چې کار وکړي همدې خپل وطن کې خپل کور کې خپل ژوند جوړ کړي واقعا ډېره متاسفه یم وروره تاسو ته تاسو څه پیغام لرئ څه وینا لرئ څه غوښتنه لرئ بیروبار هم ډېر دی دلته رش ډېر دی موټرونه ځي او راځي سلامت اوسئ نو اوس روان ښه سفر درته غواړم د وروستی پیغام دې څه دی بس زما دغه پیغام دا چې حکومت نه پوه شي چې دلته کار برابر کړي خلک باید چې پردي وطن ته لاړ نه شي دلته غریبانانو ته کار برابر کړي ټول در به دره دي زه بل وارې لاړم موږ لارې کې ډېر نفر مړه شول تندې له وجې نه د مزل له وجې نه اوس بیا قچاقي روانې اوس بیا قچاقي مجبوریت ته دلته څه شی و که دلته ما کار وای میاشت 4000 3000 روپۍ ماته راکولې ما کار کاوه خیر ده غوړه به هم نه خوړله سپوره به هم خوړله خو کار خو به روان و یعنې دومره کار ته پیدا شي خپل خېټه مړه کړې نور نه ځي بس زه نه تلم دېږي نه همدا اوس هم ماته څوک وایي راځئ میاشت 15000 روپۍ درکوم دا باید بېرته وړمه سیده ځم کور ته سلامت اوسئ ډېره مننه خیر اوسئ خیر لاړ شئ خیر اوسئ مننه تاسو ته ښه سفر غواړم لیدونکو څنګه چې تاسو واورېدل تاسو ولیدل څومره دردوره ده یعنې ډېر دردونکی دی چې زموږ ګران هېوادوال چې څلور بچي لري یو ځله دیپورت شوی دی بیا هم روان دی ایران ته قاچاقي ځي نه هغه کسان چې قاچاقي ځي سل په سل کې دیپورت کېږي هغه کسان چې قانوني تللي دي سره د پاسپورت ویزې شړي نو دا ورور وایي چې زه غواړم قاچاقي بیا لاړ شم یو میاشت مخکې دیپورت شوی واقعا ډېر دردونکی دی الله دې د دوی غږ واوري نو خدای دې پرې رحم وکړي په ټولو هېوادوالو په خصوص په داسې ځوانانو په داسې هېوادوالو چې دومره مجبور دي چې خپل ژوند سره لوبې کوي واقعا ډېر دردوره ده نو دا به زما نننۍ خپرونه انشاءالله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی اوسي تر بلې خپرونه مو په پاکه لاس سپارم اللهم مل شه